سلام. من قبلا راجع به این صحبت کردم که بعضی رشته ها با اینکه خیلی به فیزیک نزدیکن ولی لزوما لیسانس فیزیک خوندن سبب نمیشه که بری دنبال اون. مثلا اگه کسی به ریاضی علاقه منده نباید اینو بگه که فیزیک نزدیکترین رشته است به ریاضی و خب بریم ریاضی بخونیم، یا اینکه اگه یکی به فلسفه علاقه داره نگه که فیزیک همون فلسفه طبیعیه، پس حالا که نشد بریم فلسفه بریم فیزیک بخونیم. یا من شنیدم بعضی هم میگن که فیزیک همون فلسفه است فقط با ریاضیات. راستش من زیاد طرفدار این ایده هم نیستم یه جورایی، چون وقتی شما میرید لیسانسش رو میگیرید اصلا دیگه کاری با این قصه ها ندارید، یعنی توی اون مقطع اصلا این ایده ها در عمل مهم نیست که فیزیک چقدر به ریاضی یا فلسفه نزدیکه. بله قطعا نزدیکه، قطعا بده بستون داره این دوتا رشته با هم، ولی اونها نیستن. یعنی که اگر شما میخواید بهت مهندسی بخونید نگید خب حالا من برق قبول نشدم پس برم فیزیک، قاعدتا اینها ربطی نداره. راجع به این مفصل قبلا حرف زدیم، نوشتیم، گفتیم. اما یه سری چیز دیگه هم هست که بعضی ها فکر کنن از فیزیک بهشون راهه، چون یه بار یه کسی که فیزیک خونده الان رفته اون کار شده. این لزومن حرف غلطی نیست که مثلا اگه طرف توی بازار بورس فلانجا کار میکنه فیزیک خونده، یا اگه طرف کارهای آماری پیشرفته میکنه این قبلا فیزیک خونده، یا اگه طرف مثلا دیتا ساینتیست شده این فیزیک خونده. بله خیلی از آدمایی که فیزیک میخونن میرن میشن دیتا ساینتیست، همونطوری که خیلی از آدمایی که ریاضی یا کامپیوتر یا برق یا هر چیز دیگه خوندن میشن. یا راجع به نوروساینس هم یه بار مفصل ما حرف زدیم که بله از فیزیک میشه رفت سمت نوروساینس، ولی از خیلی جاهای دیگه هم میشه بری سمت نوروساینس. کلی آدم بودن که مثلا پزشک بودن نوروساینتیست شدن از سمت کلینیکال ماجرا، کلی هم آدم بودن از رشته های فنی مهندسی که سمت کامپیوتیشنال ماجرا رفتن. و اینکه اگر مثلا هدفتون اینه که به یه نقطه برسید، باید همیشه پیدا کنید که راه بهینه‌اش چیه، نه اینکه مثلا یه راه زمخت سختش چیه. از اون طرف هم مثلا فیزیک گاهی وقتا هیجان خاصی ایجاد میکنه و مردم مثلا به من میگن که من میخوام برم فضا، یعنی فضا نورد بشن. یا توی سنای کمتر یادم که بچه ها خیلی دوست داشتن که برن ناسا کار کنن. آه ما میخوام برم ناسا کار کنیم، فیزیک بخونیم میشه؟ و خب حقیقتش اینه که من این همه آدمی که دور و برم بودم کی بوده که رفته ناسا؟ یعنی شما باید در نظر بگیرید که به عنوان یک ایرانی که دارید فیزیک میخونید، شانس اینکه این مطالعات یا تحقیقات یا کوالیفیکیشن های شما منجر به این بشه که ناسا شما رو استخدام کنه چیه. و بعد هم بفهمیم ناسا چی هست. یعنی ناسا یه شرکت بزرگه که فقط دانشمند نمیخواد، کلی کار دیگه داره. مثلا اون موقعی که میگفتن این مرحوم نادری فیروز، این آقا ساینتیست، نه ایشون یه مدیر علمی خوب بود. مدیر بودن لزومی نداره که شما ساینتیست خوبم باشید. یعنی گاهی از اوقات این باور اشتباهه. بله مثلا یه آقایی کلی پروژه رو هدایت کرده برده جلو، این درکی خیلی بیشتر از فقط یک دانشمند بودن میخواد. برای همین شاید مثلا آدم از یه رشته های دیگه بهتر بتونن برن. یه بخش زیادی از کارا که ناسا میکنه رو تکنسین ها انجام میدن، آدمایی که کارهای فنی خاص انجام میدن. همه جای دنیا وقتی یک شرکتی به این بزرگی وجود داره خیلی نیروهای مختلف میخوان. برای همین که شما بگید من میخوام ناسا کار کنم، چیکار کنید توی ناسا؟ مثلا ناسا کلی جای عجیب غریب داره. و از اون مهمتر آدم باید به این فکر کنه که واقعا اون کاری که، یعنی یکی رو پیدا کنه که توی ناسا واقعا کار میکنه، کاری مثلا علمی که اون مدل، ولی ببینه واقعا اون چیزی که تو ذهنشه نزدیکه به اون چیزی که اونجا هست یا نه. و راجب فضا نورد شدن بگردید ببینید آخه اینکه که فضا نورد شدن چند تاشون فیزیک خونه، آخه اصلا فضا نورد بودن چیکار داره به فیزیک؟ یعنی اصلا شما میخوای بری اون بالا را بری یه عالمه، باید اصلا قبل از هر چیزی بدنت سالم باشه فلان باشه. به عنوان مثال برای همین اصلا شاید فیزیک تو اولویت نیست. خب ریسک این که آدم ها فیزیک بخونن که برن ناسا یا برن فضا نورد بشن خیلی عجیب غریبه. یعنی خیلی آدم اینو میشنوه و این خطرناکه. همونطور که یکی میخواد منجم بشه باید حواسش باشه که بله فیزیک خوندن خیلی خوبه، ولی شما وقتی یه لیسانس فیزیک میگیرید توی ایران مخصوصا هیچ جای دانشگاه‌های ایران درس اجباری نجوم ندارن تو دوره لیسانس. یعنی شما
4 سال میری دانشگاه، بله مکانیک کلاسیک یاد میگیری. تو مکانیک کلاسیک راجبه یه بخشی هست که بهش میگن مکانیک سماوی، راجبه چرخش سیاره ها حرف میزنن، راجبه اینکه چرا مدارها بیضی شکلن، اینکه چه جوری معادلات حرکت رو میشه به دست آورد، اینکه چه جوری میشه پیش بینی کرد که یه سیاره چه جوری رو سیاره های دیگه اثرات اختلالی میذاره، همه اینا رو میگن. ولی اینها به عنوان چارچوب استاندارد فیزیکیه، نه نجوم. یعنی شاید بعضی دانشگاه ها مثلا یه درس سه واحدی نجوم اختیاری ارائه کنن، اونم به واسطه اینکه مثلا حالا یه آدمی هست که اونجا نجوم کار میکنه. و تازه توی ایران شبیه به همه جای دنیا خیلی از آدمایی که نجوم کار میکنن رفتن سمت گرایش های دیگه. شما باید اینا هم در نظر داشته باشید که نجوم یا ستاره شناسی استرونومی تفاوت جدی داره از لحاظ فنی با چیزی که بهش میگن اختر فیزیک استروفیزیکس و چیزی که بهش میگن کیهان شناسی. بله ما کلی کیهان شناس خوب داریم، مثلا دانشگاه بهشت خیلی معروف بود به خاطر کیهان شناس هاش، ولی اینکه شما بگید که آره مثلا بهشت دکتر فلانی و بهمانی و اون یکی هستن که گرانش و کیهان شناسی کار میکنن، پس منم برم اونجا که منجم بشم، اینه ده خطرناکه. چون در عمل اینا چیزهای متفاوتی هن. یعنی من متخصص اینا نیستم که راجعش بیشتر حرف بزنم، ما یه ویدیو مفصل داریم توی اون مجموعه معرفی رشته های فیزیک، میتونید برید ببینید. اما به طور خلاصه تفاوت گرانش و کیهان شناسی، اختر فیزیک و نجوم توی مقیاسی که دارن مطالعه میکنن، ساختارهاشون کجاست، مثلا منظومه شمسی رو نگاه میکنن یا کل کیهان رو نگاه میکنن، و اینا متفاوتن، خیلی به هم نزدیکن. قاعدتا کیهان شناسی نزدیک به نجوم یا نزدیکتره به نجوم تا مثلا فیزیک ماده چگالی جورایی، ولی در عمل شما رفته اونجا و احساس کنید که سرت بی کلاهه. برای همین یا باید خیلی صبور باشی و نخوای منجمه اصطلاحا آماتور بشی، و این آماتور بودن لزوما چیز بدی نیست. آماتور ما منجما دو دستن، آماتور و حرفه‌ای. حرفه‌ای اون کسیه که کارش تحقیقه، کارش پژوهشه، که عموما میرن لیسانس فیزیک میگیرن بعد وارد برنامه‌ای میشن که نجوم رو به طور تخصصی بهشون یاد بدن، میرن اون سمت. ولی یه سری هستن که کارشون نجوم آماتوریه، یعنی اینکه تو رصدخونه کارهای معمولی میکنن، کارهای رصدی عادی میکنن، و عمده کارشون این هم نیست که مثلا یه مقاله لبی علم منتشر کنن. اوکی؟ برای همین مهمه اینکه اگر شما هنوز وارد لیسانس فیزیک نشدید، یا کسی دور و برتونه که مثلا آرزوهای این چنینی داره و فکر کنه با فیزیک خوندن میشه به اون رسید، این هشدار رو باید بدونه. نه اینکه نیان نخونن، نه، ولی بدونن که مسیر این شکلیه. یعنی کسی که میاد فیزیک میخونه، اول از هر چیزی برای یه سری کار خاص لیسانس فیزیک آمادهش میکنه. برای همین خیلی از دانشگاه ها ممکنه شما یه آدمی رو ببینید، یه استاد دانشگاهی رو یه جایی ببینید، جای سخنرانی هیجان انگیزی میکنه راجع به مثلا یه مسئله ای، و شما به خاطر اون موضوع خاص میرید وارد فیزیک میشید. مثلا یه جایی یکی میاد راجع به سیستم های پیچیده حرف میزنه، بعد شما میرید درس فیزیک میگیرید، وارد لیسانس میشید، بعد میبینید که سال اول هیچیش رب نداره به اون سیستم پیچیده، سال دو نداره، سال سه نداره، سال چهار نداره. بعد اصلا میبینید تو دانشگاه شما اصلا اون آدمی که اون موضوع راجبش اون سخنرانی رو کرده اصلا این نیست. برای همین آدمایی که اینجا اصلا موضوع پژوهششون یه چیز دیگه است، برای همین درسایی هم که دانشگاه شما ارائه میکنه اصلا هیچ شباهتی به اون نداره. برای همین یا باید مثلا صبور باشید، لیسانستون تموم شد، برید جایی که اون آدم هست، و مهمترین قسمت اینه که آیا تو این 4 سال اونقدر دووم آوردید و اونقدر شرط زندگیتون سازگار بوده که بتونید مسیر رو ادامه بدید، یا اینکه نه. خلاصه اینکه در عمل کاری که آدم باید بکنم به نظر من اینه که اگر آدم به چیز علاقه داره، به هر کار، به نویسندگی، به سینما، به هنرمند شدن، به ورزشکار شدن، باید بره با اون آدمی که این کارو داره الان انجام میده از نزدیک حرف بزنه، یه جوری پیداشون کنه، ببینه این زندگی یومیهشون چه شکلیه، چالش هایی که پیش پاشونه چیه، چی اذیتشون میکنه، زندگیشون یه 24 ساعت عادی چه شکلیه. اون موقع میتونه تصمیم بگیره که آیا من میخوام این راهو برم یا نه. من شخصا همیشه از خودم هر موقع تصمیم مهم بگیرم این سوال از خودم پرسم که 5 سال دیگه من زندگی چی میخوام و این انتخابم چجوری اونو تحت تاثیر قرار میده، یا 10 سال دیگه. امیدوارم که هر کسی که میخواد وارد فیزیک بشه خیلی آگاهانه واردش بشه. در عملم زندگی مثل یه هندونه در بسته است، یادم نمیشه بهش حساب کرد. پس موفق باشید.